یکی از خاص‌ترین بمب افکن‌های جهان، بمب افکن اتمی توپولوف 95. به یکی دیگه از برنامه‌های کانال ما خوش اومدید. توی این برنامه به بررسی مشخصات شگفت‌انگیز توپولوف 95 بمب افکن استراتژیک روسیه می‌پردازیم. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با آن همراهید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنید. بدون معطلی بریم سراغ خاص‌ترین بمب افکن اتمی جهان. توپولوف 95 در ابتدا به عنوان یک هواپیمای بمب افکن استراتژیک و بین قاره‌ای با قابلیت حمل بار سنگین ساخته شد. بمب افکن استراتژیک توپولوف 95 با موتور توپروپ اولین پرواز خودش رو در سال 1954 انجام داد. در زمان معرفی این تنها بمب افکن شوروی بود که میتونست بدون سوختگیری در حین پرواز به ایالات متحده برسه. این بمب افکن در غرب با نام خرس شناخته میشد. توپولوف 95 اولین حامل بمب های هسته‌ای بود. توپولوف 95 اولیه حامل بمب های هسته‌ای بود. توپولوف 95 نشون داد که یک طراحی موفق. سال دیگه این نوع ارتقا یافت و نسخه های جدید ظاهر شد. با گذشت سالها این هواپیما به تدریج مدرن شد. سپس این بمب افکن به حامل موشک کروز تبدیل شد و دیگه برای حمله بمب استفاده نشد. توپولوف 95 همچنان بخش مهمی از قدرت هوایی دوربرد روسیه به شمار میره. این بمب افکن در واحدهای هوانوردی نیروی دریایی روسیه، نیروی هوایی ارتش روسیه و همچنین نیروی هوایی هند در خدمته. هواپیمای توپولوف 95 در کارخانه هوانوردی شرکت سهامی توپولوف در مسکو طراحی و ساخته شد. اولین پرواز توپولوف 95 در سال 1954 انجام و این بمب افکن در سال 1956 وارد خدمت شد. توپولوف 95 دارای حداکثر سرعت 650 کیلومتر در ساعت و شعاع جنگی 6400 کیلومتر بدون سوختگیری. با یک بار سوختگیری در حین پرواز، شعاع جنگی این هواپیما تا 8200 کیلومتر افزایش پیدا می‌کند. هواپیمای توپولوف تا پایان جنگ سرد مرتباً در نزدیکی ناتو و حریم هوایی ایالات متحده گشت‌زنی‌های دوربرد انجام می‌داد. در آگوست 2007 پوتین اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه گشت‌زنی‌های دوربرد توسط بمب‌افکن‌های استراتژی توپولوف 95 و توپولوف 160 رو پس از یک وقفه 15 ساله از سر خواهد گرفت. کابین خلبان توپولوف 95. کابین خلبان این بمب‌افکن میتونه یک خلبان، یک کمک خلبان و 5 خدمه رو در خود جای بده. صندلی اپراتور ارتباطات، یک ناوبر و اپراتور سیستم‌های دفاعی در قسمت عقب. ایستگاه مهندس پرواز و یک صندلی یدکی برای ناظر یا خدمه آموزشی رو به عقب در سمت راست قرار گرفته. ایستگاه افسر بمباران یا ناوبر در مرکز کابینه. دریچه ورود خدمه بالای چرخ دماغه نصب شده. تسلیحاتی که توپولوف 95 میتونه حمل کنه. توپولوف 95 یک محل بمب بزرگ در مرکز ثقل هواپیما داره که در پشت جعبه مرکزی بال قرار گرفته. توپولوف 95 میتونه 6 موشک کروز دوربرد خا 55 با برد 3000 کیلومتر رو حمل کنه. موشک ها بر روی یک پرتابگر منجنیق نصب شدن. از طرف دیگه این هواپیما میتونه 14 موشک ضد کشتی خایستی با برد 600 کیلومتر یا 8 موشک کروز پرتابی هوایی به اسم خا101 رو با برد 3000 کیلومتری حمل کنه. محفظه تفنگ عقب مجهز به یک توپ دلوله. ورودی برجک عقب جدا از ورودی اصلی خدمه است. حسگرهای بمب افکن توپولوف 95. این هواپیما مجهز به رادار هواشناسی، رادار ناوبری و بمباران و رادار کنترل آتش شد. رادار ناوبری و بمباران با نام ابزور در زیر قسمت دماغه نصب شده.
موتور توپولوف 95. این هواپیما دارای 4 موتور توپولوف ساماره کوزنتسوف NK-12 MP که هر کدوم 11033 کیلووات قدرت دارند. این موتورها دارای 8 پروانه پرایی به شکل دو مجموعه 4 تایی ضد چرخش از نوع AV60N با قدر 5.6 متر هستند. این هواپیما دارای 4 مخزن در بال، 3 مخزن در بدنه، 2 مخزن در مرکز و 1 در قسمت عقب. ظرفیت کل سوخت 95000 لیتر. هواپیمای توپولوف 95 دارای قابلیت سوختگیری در حین پرواز. کاوشگر سوختگیری بالای دماغه قرار داره و برای کار در شب به نور فلاش مجهز شده. توپولوف 95 میتونه با سرعت 10 متر در ثانیه صعود کنه. حد اکثر سرعت و سرعت کروز این هواپیما به ترتیب 920 کیلومتر در ساعت و 710 کیلومتر در ساعته. برد توپولوف 95 در حدود 15000 کیلومتر. شعاع رزمی و سقف سرویس هواپیما به ترتیب 6400 کیلومتر و 12000 متر. وزن این هواپیما حدود 94400 کیلوگرم و حد اکثر وزن برخواست اون 188000 کیلوگرم. مشخصات کلی بمب افکن اتمی تو 95. کشور سازنده شوروی. ورود به خدمت 1956 میلادی. خدمه 7 نفر. طول توپولوف 95 حدود 50 متر، طول بالهای اون هم حدود 50 متره. ارتفاعش 13.3 متر. وزن خالیش حدود 92 تن و حداکثر وزن برخواستنش 185 تنه. توپولوف 95 از 4 موتور توپولوف کوزنتسوف NK-12M بهره میگیره که قدرت هر موتور 795 اسب بخاره. گفته شد که حد اکثر سرعت این هواپیما 925 کیلومتر در ساعت و سقف سرویس دهی اون 12 کیلومتر. بردش 11500 کیلومتر، شعاع رزمیش هم 6400 کیلومتر. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. اگر این ویدیو براتون مفید و جالب بود با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.